سلام، با خبرهای این ساعت طلوع و شبکه جهانی تولو نیوز خوش آمدید. امروز چهارشنبه 8 ماه جدی سال 1389 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 29 ماه دسامبر سال 2010 میلادی. در آغاز سرخط چند خبر. نگرانی سازمان ملل از گسترش ناامنی ها در افغانستان. توافق گروه طالبان، شبکه اخوانی و حزب اسلامی برای انجام حملات مشترک در برابر نیروهای افغان و خارجی. با واکنش‌های تند جهانی در برابر اعدام علی سرمی از سوی دولت ایران. شجاع زکی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. نهادهای مدرسان در افغانستان میگویند که این کشور سرزمین امن برای انتقال کمک‌هایشان به بخش‌های آسیب دیده نیست. کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان که از گسترش ناامنی‌ها در کشور نگران است، میگوید که ناامنی‌ها دسترسی آنان را به بخش‌های آسیب دیده محدود می‌سازد. در حالی که فرا رسیدن زمستان بیجا شدگان داخلی را با مشکلات گوناگون روبرو ساخته است، کمیشنری سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گسترش ناامنی ها را نگران کننده می خواند. محلات در نقاطی که در جاهایی که ما حضور نداریم بتانیم از طریق سازمان های خیریه دولتی، غیر دولتی و در پهلوی زیر از طریق دولت افغانستان، از طریق شورای علما، از طریق بزرگان، از طریق مصفیدان، یعنی به هر شکلی از اشکال امکان داشته باشه ما مساعدت های خود بر افراد اشخاص نیازمند برسانیم. بر بنیاد نهاد حفاظت از نهادهای غیر دولتی افغانستان، حمله های شورشان امسال 66% افزایش را نشان میدهد. در همین حال در یک گزارش دیگر آمده است که افزایش 20% تلفات غیر نظامیان در سال 2010 میلادی و کشته شدن بیش از 700 سرباز نیروهای ائتلاف نشان میدهد که ناامنی ها در افغانستان رو به افزایش است. اما اداره عالی مبارزه با حوادث طبیعی میگوید که این اداره برای انتقال کمک هایشان به بخش های آسیب دیده از تمامی امکانات نیروهای امنیتی استفاده خواهند کرد. ملل متحد مثلا IOM یا UNHCR اداره مهاجرین و یا مثلا WFP اونا هم از خود یک سیستم خاص داره. در او وقتی که مثلا امنیت خوب باشه و اونا هم با ارگانهای امنیتی به تماس میشه، خصوصا با پلیس جاده، و از اونا معلومات میگیرن که اگر کدام پرابلم خاص نباشه با اونا او را خودشان انتقال میده. در همین حال روزنامه نیویورک تایمز مینگارد که شورشان حمله های حرس افغانانه ایشان را در هر دو سوی مرز افغانستان و پاکستان گسترش دادند. این در حال است که وزارت امور مهاجرین میگوید که در سراسر افغانستان در حدود 84,000 خانواده بیجا شده زندگی میکنند که سردی زمستان و بی‌سرپناهی آنان را تهدید میکند. در این حال شورای امنیت سازمان ملل هشدارهایی را دریافت کرده است که افغانستان در سال آینده با خشکسالی روبرو خواهد شد. در این حال شورای امنیت سازمان ملل خواهان کمک‌های جدی و بیدرنگ برای مردم افغانستان شده است. این شورا از روند کند پروژه‌های توسعه‌ای و کمبود بودجه اضطراری برای تهیه غذا برای مردم افغانستان نیز سخت نگران است. شورای امنیت سازمان ملل متحد هشدار می‌دهد که پروژه‌های توسعه‌ای درازمدت در افغانستان بسیار به کندی به پیش می‌روند، زیرا هزینه‌های بازسازی به کندی به افغانستان می‌رسند. نماینده سازمان ملل در امور سیاسی به شورای امنیت این سازمان خبر داده است که پول تعهد شده در توکیو برای بازسازی افغانستان به کندی به این کشور می‌رسد. پیش از این بسیاری از کشورهای کمک کننده در افغانستان 1.1 میلیارد دلار را برای بازسازی افغانستان در شهر توکیوی ژاپن تصویب کردند. ما باید بدانیم که عملی شدن پروژه های بازسازی و ساختمانی برای آوردن ثبات به افغانستان بسیار کمک خواهد کرد. در همین حال یک مقام دیگر سازمان ملل متحد میگوید تنها 160 میلیون دلار برای پروژه های بازسازی در افغانستان به مصرف رسیده است. با گفته او این شروط ممکن است برنامه ریزان نظامی را نیز با خطر روبرو بسازد. با گفته او اگر در این باره توجه جدی نشود، در ماهای می و جون سال آینده با چالش های زیاد روبرو خواهند شد. شمار زیاد از پروژه ها روشن است و هزینه آنها نیز تعیین شده است. اکنون مثلا اینجاست که کشورهای تمویل کننده برای پرداخت هزینه های این پروژه ها توافق نمایند. این مقام سازمان ملل متحد میگوید که پروژه های تازه بازسازی تنها در 50 کیلومتری پایتخت آغاز خواهند شد و فراتر از آن بنابر علت های امنیتی چنین پروژه ها عملی نمی شوند.
پس از این طالبان شبکه یقانی و گلبدین حکمتیار به گونه گروهی در برابر دولت افغانستان و ایالات متحده آمریکا می جنگند. اسوسییتد پرس از زبان مقامات نظامی ایالات متحده آمریکا نگاشته است که مخالفان مصالح دولت اختلافات پیشینشان را کنار گذاشتند. بر بنیاد یافته های سازمان استخبارات مرکزی ایالات متحده آمریکا، اکنون مخالفان مصالح دولت در عملیات هایشان هماهنگی نشان می دهند. اسوسییتد پرس بر بنیاد یافته های اخیر سازمان استخبارات ایالات متحده آمریکا نگاشته است که در جریان عملیات های نیروهای خارجی در شرق کشور جسدهایی را پیدا کردند که نشان می دهند که این جسدها از سه گروه مختلف حقانی، طالبان و گلبدین حکمتیار بودند و این گروه ها در بخش های زیر اداره ایشان آزادانه فعالیت می نمایند. بر بنیاد بررسی های سازمان استخبارات ایالات متحده آمریکا، در برخی از رویدادها این گروه ها سربازان پیاده ایشان را یک جا برای انجام حملات در برابر دولت افغانستان و نیروهای خارجی می فرستند. آنان در نتیجه حملات منسجم ما وادار به همکاری با یک دیگر شدند. سران این جنگجویان دریافتند، همچنان که حملات نیروهای ایالات متحده آمریکا افزایش یافتند، آنان نیز به کارهای جدی نیاز دارند. سران این جنگجویان هرچند که پیشینه خوبی با هم دیگر نداشتند، اما هرگاه با تهدید مشترکی روبرو می شوند، همه اختلافاتشان را کنار می گذارند. در این حال پنتاگون نیز گفته است که آنان نظر خاص درباره عملیات های مشترک شورشیان ندارند، اما گفته است که همکاری های مشترک میان شورشیان وجود دارند. از سوی هم مقام های آمریکایی و ناتو گفتند که آنان مدارک را درباره همکاری های میان گروه های دیگر شورشی مانند لشکر طیبیه و تحریک طالبان نیز به دست آوردند. هرچند پیش از این نیز طالبان، گلبدین حکمتیار و گروهی حقانی دارای مکتب فکری مشترک بودند، اما عملیات هایشان را کمتر به گونه مشترک در برابر دولت افغانستان و نیروهای خارجی طرح ریزی می کردند. حکومت به فیصله های دادگاه ویژه درباره موضوعات انتخابات پارلمانی ارج میگذارد. وزیر دولت در امور پارلمانی میگوید که رئیس جمهور کرزی در کار نهادهای عدلی و قضای حق مداخله را ندارد. در این حال وزیر دولت در امور پارلمانی میگوید که تاکنون افراد زیاده از سوی نهادها و شخصیت های گوناگون برای انتصاب به کرسی های مجلس سنا معرفی شدند و تلاش ها برای انتصاب 34 عضو مجلس سنا ادامه دارد. در حالی که کمتر از یک ماه به گشایش مجلس تازی نمایندگان مانده است و رئیس جمهور کرزی بر بنیاد پیشنهاد دادگاه عالی برای رسیدگی به پرونده های انتخاباتی دستور ایجاد یک دادگاه ویژه را صادر کرده است، وزیر دولت در امور پارلمانی در یک گفتگوی ویژه با تولو نیوز میگوید که رئیس جمهور بر بنیاد قانون اساسی افغانستان هیچ مداخله ای در کار نهادهای عدلی و قضایی به ویژه دادگاه عالی ندارد و هر فیصله دادگاه ویژه را درباره موضوعات انتخاباتی محترم میداند. نظر به موادات قانون اساسی در تایپ طول پروسه مسائل عدلی و قضایی شخص رئیس جمهور امرق مداخله نداره و یقینا هر آنچه را که از طرف دادگاه خاص فیصله خواهد شد نزد دولت جمهوری اسلامی افغانستان محترم است. در همین حال چند دوره کار 34 عضو انتصابی مجلس سنا به شمول حضرت صبغت الله مجددی به روز 28 ماه قوس به پایان رسیده است، اما تا کنون 34 عضو انتصابی مجلس سنا از سوی رئیس جمهور معرفی نشدند. وزیر دولت در امور پارلمانی از تلاش ها برای معرفی اعضای انتصابی مجلس سنا سخن می زند و می گوید که افراد زیادی از سوی نهادهای گوناگون، جامعه مدنی و شخصیت ها برای انتصاب در کرسی های سنا معرفی شدند. این در حالی است که اعضای مجلس سنا تا اول ماه دلو در رخصتی به سر میبرند. در حال حاضر دارالانشای مجلس نمایندگان به هیچ یک از نمایندگان اجازه داخل شدن به مجلس را نمیدهد. از سوی هم سخنگوی رئیس جمهور میگوید رئیس جمهور کرزی نیز تصمیم دارد که بر بنیاد قانون مجلس نمایندگان را در اول ماه دلو افتتاح کند. شمار بیماران دستگاه تنفس در پایتخت افزایش یافته است. سرپرست وزارت صحت عامه علت اصلی افزایش این بیماری را در شهر کابل آلودگی هوا میداند. از سوی دیگر وزارت صحت عامه از فرستادن پرونده های شمار از فروشندگان داروهای تاریخ گذشته و با کیفیت پایین به لویسارنوالی نیز خبر میدهد. به گفته سرپرست وزارت صحت عامه، آلودگی های هوا در پایتخت نظر به 3 سال پیش بیماری های تنفسی را بیشتر کرده است و افزون به بیماری های تنفسی سبب بیماری های قلبی و سرطانی نیز می گردد. آلودگی هوا منجر به یک سلسله بیماری ها میشه
زمینه را به بیماری ها مساعد می سازند که باز او بیماری ها سبب مرگ افراد می شه. یعنی سبب امراض قلبی می شه، سبب امراض تنفسی می شه. از سوی دیگر این وزارت از فرستادن دوسیه های متخلفین شرکت های امور ادویه و غذایی به لویساران ملی خبر می دهد. به تعداد 2875 باب شرکت های تولیدی و درملتون ها مورد بررسی قرار گرفته. به تعداد 747 باب درملتون ها به نسبت تخلف مسدود گردیده است. به تعداد 11 باب درملتون از سبب تخلف مکرر بر مدت یک سال وظیفه‌شان به حالت تعلیق قرار داده شده. این وزارت از مسئولان درملتون ها، شرکت های تولیدی و تولیدی می خواهد تا قوانین این وزارت را مراعات کنند. در غیر آن مطابق قانون بهداشتی کشور با برخورد جدی این وزارت روبرو خواهند شد. نهادهای حمایت از رسانه‌های آزاد از چالش‌های موجود در برابر خبرنگاران نگران هستند. این نهادها میگویند که هرچند خشونت‌ها در برابر خبرنگاران نسبت به پارسال کاهش یافتند، اما هنوز هم خبرنگاران با تهدیدها و فشارهای نهادهای حکومتی روبرو هستند. این نهادها از حکومت می‌خواهند تا حق دسترسی به اطلاعات را به خبرنگاران فراهم سازد. نهادهای حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان نبود دسترسی خبرنگاران را به اطلاعات از سوی حکومت یک چالش بزرگ می‌دانند و می‌گویند که حکومت باید برای حل این چالش‌ها کارهای جدی کنند. در بسیاری از قراردادها به حد آمده که اگر خبرنگار و یا گزارشگر استعفا می‌کنه از یک رسانه تا 6 ماه الی یک سال حق نداره به رسانه مشابه کار کنه. فشارهایی که از طرف خصوصا نهادهای دولتی و نیروهای امنیتی است که تا امسال چند حادثه و چند قضیه که ما داشتیم، متاسفانه که دولت یک نوع رکود و خاموشی را در حمایت ژورنالیست ها اختیار کرده. در همین حال شماری از خبرنگاران نیز از آنچه که چالش های عمده در برابر کار خبرنگاری گفته می شود نگران هستند. متاسفانه در افغانستان در 9 سال گذشته خبرنگارا با مشکلات مختلفی مواجه بودند که عمدتاً این مشکلات از طرف مقامات، چه مقامات پایین رتبه و چه مقامات ارشد حکومتی انجام میشه. در صورتی که دولت توجه درست به خبرنگارا داشته باشه، مسئولیت را نوبر از نو ایجاد کنه، مسئولیت خبرنگاری رو از نو ایجاد کنه، به نظر من فکر میکنم که خوبترین راه و نزدیکترین راه رسیدن به هدف همین است. نهادهایی که بر دفاع از حقوق خبرنگاری ایجاد شده، اینا بیشتر کارهای بنیادی نداشتن در قسمت دفاع از حقوق خبرنگارا. بر بنیاد گفته های این نهادها امسال رویدادهای قتل، زخمی شدن، لاتوکوب و تهدید خبرنگاران در افغانستان به 58 رویداد میرسد که 22 رویداد از سوی حکومت، 7 مورد که شامل قتل، زخمی شدن و اختطاف خبرنگاران هستند از سوی طالبان صورت گرفته است و 17 رویداد دیگر از سوی افراد ناشناس بودند و این آمار 32% کاهش خشونت را در برابر خبرنگاران نسبت به پارسال نشان میدهد.